بزرگترین نمایشگاه اسباب بازی برای اولین بار خارج از آسیا و در بریتانیا به نمایش درآمد. در اینجا با چند تا از گیم‌ها و اسباب بازی‌های داغ روز آشنا می‌شیم. به نمایشگاه اسباب بازی در لندن خوش آمدید. نمایشگاهی با بیش از 270 غرفه که داغ‌ترین اسباب بازی‌ها، گیم‌ها و سرگرمی‌های شخصی را عرضه می‌دهد. چیزی که در اینجا می‌بینید رقصیدن با موسیقی نیست، بلکه ساختن موسیقی با رقص است. سیستم بیت مووز از ژاپن شامل بندهای الکترونیکی است که به مچ دست و پا بسته می‌شود. این بندها به حرکت کاربر واکنش نشان داده و از طریق یک اپ تلفن‌های هوشمند موسیقی می‌سازد. البته داشتن کمی استعداد در این کار مفید است. این دستگاه زاده فکر دایگو کوسونوکی، مهندس، رقصنده و خالق ژاپنی است. او می‌خواست راهی پیدا کند که به جای اینکه با موسیقی رقصید، با حرکات رقص موسیقی ساخت. دنی کیشان نماینده بین‌المللی کوسونوکی است. وقتی دایگو دستشو تکون میده، یه صدا به گروه اضافه میکنه. میتونید تا 400 صدای مختلف رو ترکیب کنید و چیزی که اجازه این کارو بهش میده رقصه که باهاش میتونه آهنگ خودشو خلق کنه. یکی دیگر از بازی‌ها این توپ‌های حبابی است. دیوید سترنگ، مدیر اداری شرکت ویکد، توضیح می‌دهد. اینها توپ‌های بزرگ توخالی باد شدنی هستند که می‌تونید توش برید. توش دو تا دسته هست که می‌تونید به دست بگیرید و باهاش به اصطلاح فوتبال حبابی بازی کنید. این هم ثامچاک است، یویویی برای نسل جدید. مهارت و تمرکز می‌خواهد و تشکیل یافته از دو توپ است که با لامپ‌های LED فلاش می‌زند. سرعت و مهارت حرکت انگوش‌ها را می‌توان ثبت و در سیستم کامپیوتر آپلود کرد. این اولین باری است که نمایشگاه اسباب بازی در خارج از قاره آسیا برگزار می‌شود.